تأثیر خروج نیروهای خارجی بر روند مهاجرت در افغانستان. آیا مهاجران افغان به کشورشان برمیگردند یا با خروج نیروهای خارجی مهاجرت از افغانستان بیشتر خواهد شد؟ با اعلام کامل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بدون ضمانت، احتمالاً کشمکش‌ها دوباره شدت می‌گیرد و بر روند مهاجرت در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. همراهان گرامی، برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را فعال سازید. همراهان گرامی سلام، وقتتان بخیر. با اعلام کامل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بدون ضمانت، احتمالاً کشمکش‌ها دوباره شدت می‌گیرد و بر روند مهاجرت در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. با این حال مشاور کاخ سفید می‌گوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ کس آینده این کشور را تضمین کردن نمی‌تواند. اما آقای جلسالوان تأکید کرد اگر تهدیدات تروریست‌ها از افغانستان منشأ بگیرد، ایالات متحده به آن توجه خواهد کرد. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت با خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو در 11 سپتامبر سال جاری احتمالاً جنگ داخلی در این کشور وجود دارد. آقای رحمانی در نشست علنی مجلس گفت نیروهای بین المللی برای اهداف مشخص به افغانستان آمده بودند و مأموریت خاصی را برای حضور خود تعریف کردند. آقای رحمانی افزود این نیروها زمان افغانستان را ترک می کنند که جنگ در این کشور به شدت جریان دارد. کشت و قاچاق مواد مخدر هزینه جنگ تروریستان را تأمین می کنند. نیروهای خارجی تا هنوز به طور کامل افغانستان را ترک نکردند، اما طالبان به جنگشان شدت بخشیده است و در اثر جنگ ها میان طالبان و حکومت در مرکز ولسوالی قرباغ ولایت غزنی ده ها خانواده بیجا شده و به مرکز این ولایت پناه گزیدند. و گفته بعضی از آوارگان طالبان محل سکونت آنها را به پایگاه جنگ مبدل کردند و آنها را مجبور کردند تا از خانه و کاشانهشان فرار کنند. زیاد قسم بود که طالب اونجا خانه ما سنگر گرفته بود، در سر بامای ما طالب میگشت و مو علمی تو فرار کرد، اومدیم تا دیگه اگر نمی کنیم چون چپاول دیگه هم یعنی نه لباس آورده بر بچه هم نه دیگه آورده. ما یک از آوارگای ولایت غزنی ولسوالی قرباغ هستیم، با فامیل خود آواره شدم آمدیم در ولایت غزنی در شورای ولایتی اینجه همه فامیلا رو جمع کردیم اینجا آوردیم دیگه فرار کردیم خیمان طالب گرفته دیگه جنگ جریان دارد فعلا. و گفته مسئولان برخی دیگر از این خانواده ها به روستاهای دورتر از محل درگیری فرار کردند. لدرو اوراد و راهیس تقریبا اتس و کورنه شاو فا کلمه و غزمی تر شده سویده او باقی پا شاو فا ها و کلیو که دیره دیسا به جگره نسته. اصلا شمی نامیه اگه اخیر و جار جنجالای که در رسولی قرباغ بود که در مناطق مختلف غزنی جای بجا شدن از جمله در این شورای مردمی اینجا ما آمدیم به خاطر سروی از این مردم آمدیم و بیدیم نیازمندی های از این چی نیازمندی دارد این مردم. چهار روز از درگیری در بازار این ولسوالی جریان دارد. طالبان ادعا کردند که بازار را تصرف کرده و تعمیر ولسوالی را در محاصره گرفتند. اما مقام های امنیتی غزنی می گویند بخش هایی از بازار را از طالبان پس گرفتند، ولی به گفته آنها برای این که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود عملیات به کندی به پیش می رود. بیجا شدگان جنگ افغانستان جایی برای رفتن و بیرون از کشور را نخواهند داشت. تحلیلگران پیش بینی می کنند اگر با خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ تشدید پیدا کند و سری از آوارگان جنگ افغانستان را ترک کنند، پاکستان بعید است که مانند دهه 1990 دوباره آنها را بپذیرد. همچنان نه کشورهای حوزه خلیج فارس قادر هستند در این وضعیت پناهجو بپذیرد و نه اروپا حاضر به پذیرش پناهجویان احتمالی هستند. به گفته تحلیلگران یک منطقه حفاظت شده برای آوارگان جنگ در شمال افغانستان ایجاد شود. آمریکا و ناتو می توانند با کمک هوایی و تجهیزات نظامی و
به نیروهای ائتلاف ضد طالبان کمک کند تا یک منطقه خود مختار امن مانند مدیر کردستان عراق در شمال افغانستان ایجاد شود. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ آیا احتمال شدت جنگ در بخش های زیاد افغانستان وجود دارد؟ آیا طالبان با خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو با حکومت افغانستان صلح خواهند کرد؟ نظراتتان را در بخش کامنت با من شریک سازید. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم و امید افغانستان امن و بدون جنگ. تا ویدیوی بعد و دیدار بعد.